جناب آقای عبدالعلی بازرگان، خواستم نظر شما رو درباره به اصطلاح دیدگاه شخص شما و دیدگاه قرآن در ارتباط با فرد سکولار یا دیگر اندیش چی است؟ ما چگونه باید به اونها برخورد بکنیم؟ بله، عرض کنم که خب از بعد نظری، یعنی بعد عقیده و آرمان و اعتقاد، اونچه که مربوط به فکر و اندیشه است 100% در ارتباط فرد با آفریدگار خودشه. کسان دیگه، جامعه، حق هیچ گونه مداخله‌ای ندارن. یعنی من اونچه که عرض میکنم از بعد به اصطلاح مطالب قرآنی است، نه عمل کرده پیروان در طول تاریخ که اصولا بین متن و منبع اولیه با اونچه که در طول تاریخ جریان پیدا کرده، چه در مورد یهودیت یا مسیحیت یا اسلام یا دیگر اندیشه ها، به هر حال خیلی فرق داره. من در واقع منظورم منبع الهامی مسلمان هاست که قرآن هست. در قرآن در سوره مکه آمده قول یا ایها الکافرون، پیامبر به کافران بگو لا عبد و ما تعبدون، نه شما اونچه که، نه من اونچه که شما میپرستید، یعنی اون بت‌ها رو میپرستم، نه شما به اون اندیشه های من باور دارید و اونچه که من میپرستم، یعنی خدای یکتا رو، لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون، دین منم برای خودم، یعنی ما کاری با هم نداریم. اعتقادات مربوط به روابط شخص و آفریدگار خودشه. در دوران مدینم در اون سوره ممتحنه، این شاید در واقع از آخرین آیات و جمع‌بندی آیات به حال در ارتباط با غیر مسلمان ها باشه، میگه که خداوند هرگز شما رو نهی نکرده از اینکه با کسانی که با شما کاری ندارن از نظر اعتقادی، شما رو نمیکشن، با شما نمیجنگن و آوارتون نکردن، هیچ وقت ما نهی نکردیم که با اونا روابط عادلانه اقتصادی یا نیکوکاری به اونها نداشته باشید. یعنی فقط دو شرط: آیا طرف مقابلتون با شما داره میجنگه، شما رو میکشه به خاطر اعتقادتون و شما رو از شهر و دیارتون آواره کرده؟ اگه این دوتا نباشه، با هر عقیده‌ای، با هر آرمانی، با هر فکری، شما هم روابط، یعنی مبادلات عادلانه اقتصادی میتونید داشته باشید و هم یک طرفه به اونا نیکوکاری بکنید. دنبالش میگه تنها چیزی که من شما رو نهی کردم با کسانی که این دو کار رو باهاتون میکنن، منم نمیگه با اینها بجنگین، میگه که ولایتشون رو نپذیرین. ولایت به عنوان سرپرستی و به صلاح آقایی و سروری رو، یعنی زیر پرچم و برحال بلیت اینها نرید. خب اینا در واقع اصولی است که در کتاب آمده، در قرآن آمده، ولی همطور که عرض کردم بالاخره انسان در واقع یه مقداری هم تابع تمایلات خودش هست دیگه. آبی که از سرچشمه یه رودخانه جاری میشه اون خالصه، ولی وقتی که در طول بستر حرکت میکنه رنگ و رسوبات بستر رو میگیره. حالا اتفاقاتی هم که در طول تاریخ افتاده، اون مسلمانای گذشته هم به هر حال در اختلاف ها دعواهایی که بین همسایگان بوده، خب نبردهایی شده و کشورگشایی هم شده، اینا رو در واقع باید رو همون خصلت عادی بشری که اهل توسعه طلبی و تمایل به بست قلم رو به خودش داره گذاشت. خود قرآن هرگز اجازه به نبرد با دگراندیشان فقط به خاطر در واقع عقیده نداده. البته کلمات کافر و مشرک و امثال این در قرآن اومده، ولی معناش معنای تنها تئوری نیستش. کافر از بعد در واقع فقط عقیده نیستش. اون عناوینی که از کافر در قرآن و دیا کافرون، در واقع همون بت‌پرستانی بودن که انکار میکردن خدای یکتا رو، و نه اینکه فقط انکار نظری، با تمام وجود با پیامبر و پیروانش میجنگیدن، اونا رو شکنجه میدادن، میکشتن، آزار میدادن. پیامبر اسلام دو بار یا سه بار یارانش رو مجبور شد برای نجات جانشون به حبشه بفرسته، اونا رو اونجا خونده کرد و سال 13 هم خودشون هجرت کردن، با پیروان فرار کردن، به مدینه اومدن. اون اشخاصی که این آزادی دین رو بر نمیتافتند، یعنی
نمیپذیرفتن کسانی پشت بکنن به نظام بت‌پرستی، اونا رو میگفتن کافر. بنابراین کفر در اصطلاح فقط انکار نظری خلاصه نمیشه. اونچه که منظور قرآنه تجاوز به حقوق دیگران و نفی آزادی انتخاب دین و آینه. در قرآن البته آیاتی راجب جنگ و اینها هم آمده، فراوان هم آمده، ولی اینا مطلقاً هیچ کدومش جنبه تهاجمی، جنگ ابتدایی برای صدور اسلام، برای توسعه قلمرو نیست. قرآن اومده میگه که جنگ مجاز نیست، فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد تجاوز قرار گرفتن. میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، یعنی کسانی که دارن باشون میجنگن به اینا اجازه داده میشه که بجنگن. چرا؟ برای اینکه انهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. هستش در قرآن که بجنگید، میگه قاتلو، ولی با چه کسانی؟ با الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما دارن میجنگن، یعنی دستتون رو بالا نکنین، تسلیم نشین، ولی هرگز هم تجاوز نکنید. یعنی دشمن وقتی راندین حق ندارید جلوتر برید. در واقع این اصطلاحات قتال و جهاد و اینها هست، ولی تماما در قرآن من عرض میکنم، نه در عمل کردی که در تاریخ اتفاق افتاده یا حرفایی که فقها و علما اینا زده. در قرآن جنگ اصلا نیست، در واقع در اون بعد عقیدتی آزادی مطلق هست. زمان در واقع بزرگان اهل بیت پیامبران در گذشته بوده، در همون مسجد نبی اونایی که اعتقاد به طبیعت داشتن و دهری بودن اون تو اصلا فعالیت میکردن، تو مسجد نبی حتی فعالیت های تبلیغی خودشون رو علیه دین میکردن و آزاد بودن. این تنگ نظری ها از هویت های تاریخی ما، این تعصبات و اینها نشأت گرفته که به هر حال تعصب و تنگ نظری و اینا پدید آمده و خب امروز هم محصولش رو داریم میبینیم و گروه های مختلف داعش و طالبان و بوکو حرام و امثال هم. ولی به هر حال همطور که عرض کردم خشونت ما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم به سه رده میتونیم تقسیم کنیم. یکی خشونت عقیدتیه که مطلقاً در قرآن از نظر اندیشه و فکر هرگز نمیشه به هیچ نحو خشونتی نشون داد، به مخالف نمیشه حتی گفت بالا چشم تبروز. دوم در واقع خشونت به عنوان قصاصه، یعنی کسی وقتی یه نفر رو میکشه اجازه داده شده که خب به همون مقدار، در واقع البته هر جام که قانون قصاص اومده به دنبالش گفته که نکنید، خداوند در واقع ببخشید رازی. ولی در واقع خشونت که به اسم جنگ باشه او خب بالاخره جنگ دفاعی هست. ولی خلاصه میکنم که در بعد عقیده بنده یک کتابی هم به نام آزادی در قرآن سالهای پیش به حال نوشتم که حدود 300 خورده آیات قرآن در این زمینه وجود داره که بر آزادی عقیده و آرمان تاکید میکنه. عرشت که جناب مهندس بازرگان نکته جالب اشاره کردید، مسئله موزه جنگ و خونریزی و مثلا کشتاری که یا فرض کنید که دینی به عنوان دین شمشیر رو که مستشرقین و منتقدین به اسلام مطرح میکنن، من هم شما تا اونجایی که بکنم با هم بحث و گفتگو داریم میدونید که با علاقه بسیار قرآن رو دنبال کردم و مطالعه کردم. در مورد به اصطلاح بعد از رحلت پیغمبر میشه گفت که انتخاب یا کم‌سلیقگی خلفا بوده، مثلا در جنگ رده یا در بعد از اینکه عده‌ای زیادی از اسلام برگشتن در زمان ابوبکر خلیفه اول، خب عده زیادی رو با شمشیر دوباره مجبور کردن به بازگشت به اسلام، یا حتی کار به جایی میکشه که ابوبکر اونهایی که از مثلا دادن زکات یا تکس اسلامی خودداری کردند، خالد بن ولید اون سردار عرب
اونها رو تهدید به اصطلاح کشتن میکنه. و این نوع برخوردهایی که بعداً انجام شده همجوری که شما فرمودید در قرآن چنان دستوری داده نشده، یا به کشورهای دیگر و یا سرزمینهای دیگری که خود قرآن شما بهتر میدونید بارها اشاره کرده که برای هر قومی، برای هر جامعه‌ای، برای هر ملتی خداوند هادی و رسول و پیام‌آور و معلم فرستاده. و در سوره ابراهیم سوره 14 آیه 4 میگه و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه، و حتی برای بسیاری از جوامع با زبان خودشون پیغمبر فرستاده شده و دارای و کل به اصطلاح امتن هاد یا کل همه ملت ها برای خودشون هدایت دارن یا هادی دارن. با توجه به این و حتی در آیه 92 سوره انعام و آیه 7 سوره شورا به صراحت مطرح میکنه، حالا ممکنه آیاشو به عربی من بخوام یا خودتون بخونید، میگه یا محمد ما این قرآن رو به زبان عربی برای ام القرا یعنی مردم مکه فرستادیم. در تفسیرهای مفسران هم به صراحت گفته ام القرا اشارش به ساکنین به اصطلاح مکه بوده، مکه مکرمه و اطرافش. بنابراین عده ای از منتقدین معتقدند که اسلام برخلاف اینکه دینش خداش رب العالمینه، خدای جهانیان هست، ما در نماز میگیم الحمدلله رب العالمین، سپاس خدایی که آفریننده جهان است، اما تعالیمش و دستوراتش به زبان عربی برای قوم اعراب صادر شده. اینکه بعد از پیغمبر باز خلفا حمله به ایران میکنن و ایران سرزمینی است بودی که قبلا خودش پیامبرانی داشته و ادیانی داشته، خداشناس بودن، و تأثیرات سلمان فارسی به عنوان یکی از ایرانیانی که به دین زردوش آشنایی داشته، و عده معتقد هستن که تعلیماتی که پیغمبر اسلام از اطرافیان فرا گرفته یکی از اونها سلمان فارسی بود. بنابراین عده معتقد هستن حمله عمر بن الخطاب خلیفه ثانی به ایران با قرآن و با فلسفه قرآن تایید نمیشه. دیدگاه شما چی هست در این مورد؟ دو مطلب فرمودین، یکی اجازه بدین من اولیش رو خدمتون عرض کنم بعد این دومی رو. در مورد صلاح اون جنگ های رده که ابوبکر با برخی مسلمان ها داشته، خب همطور که خودتون فرمودین که از پرداخت زکات که همون تکس و مالیات اسلامی سینا خودداری کرده بودن و او هم خب اینا رو باشون جنگیده که در واقع اون مالیات ها رو بگیره. ولی در هیچ جایی از قرآن مطرح نکرده که اگر مسلمانی از دادن مثلا زکات خودداری کرد باید او رو به قتل رسون یا تهدید به قتل کرد. در خود قرآن چنین آیه‌ای نیست. بله فرمایشتون درسته. تو هم در نهج البلاغه هم حضرت علی همینو میفرمند که اگر به اصطلاح در یه روزگاری بود وضع مثلا کشاورزی و آب و هوا مناسب نبود اصلا نگیر، یا اصلا اگر کسی گفتش که من چیزی نباید بدم اصلا پیگیری هم نکن. حالا این بحث دیگه ای که در زمان حضرت علی هم چین وضعی بود که مالیات در واقع حالت زوری اجباری نداره، چون معنای زکات تزکیه نفس، تزکیه نفس هم با اجبار حاصل نمیشه. ولی همطور که الان هم تو امریکا اگر کسی تکسشو نده به سختی باش برخورد میکنن، این یه دلیل سیاسی داره، دلیل عقیدتی نیست. یعنی اگر هم در واقع ابوبکر در اون موقع مثلا با اهل رد جنگیده باشه، چون یه نوع عدم پرداخت اون مالیات دولتی به معنای در واقع ریجکت کردن و انکار اون حاکمیت بوده، خب اینا جنبه سیاسی داره. از نظر دینی هم طور که می‌فرماید پایه ای اصلا نداره که یک کسی نخواد به صلاح زکات بده. خب در واقع زکات هم مثل مالیات امروز در واقع ما به ازای سرویسی است و خدماتی است که دولت ها معمولا ارائه میدن. اما در مورد فرمایش دومتون ببینید، هر پیامبری یا هر مصلح اجتماعی، هر فعال سیاسی
که میخواد یک تغییر و تحول ایجاد کنه، طبیعتاً از یاران نزدیکش آغاز میکنه دیگه، از فرض کنی خانواده و دوستان خودش. این که پیامبر اسلام هم طبیعتاً همینطور بوده، آیاتی که قرائت فرمودین همین رو میگه که انذر عشیرتک الاقربین، اول از خویشاوندان نزدیکت آغاز کن. بالاخره یک باید پشتیبانای اول پیدا بکنه، تک و تنها که نمیشه به مسافه یک اندیشه بت‌پرستی که قرنها حاکم بوده با چنگ و دندون از اون دفاع میکردن، نمیشده که مطرح بکنه، همون روز اول میکشتن. و بعد یک کمی خوب یاران و هواداران پیدا میکنه، همون انذار دادن به ام القرا که پایتخت به اصطلاح شبه جزیره بوده و حولها، یعنی پیرامون اون. ولی خب به تدریج همطور که تاریخ گواهی میده، پیامبر اسلام نامه های دعوتی به سران دولت های بزرگ اون روزگار فرستادن، چه ایران، چه روم، چه حبشه و یمن و کشورهای دیگه که مجموعه اینا در کتاب مکاتیب الرسول، نامه های رسول هست و در هیچ کدوم هم تهدید نیست، همش دعوته. یعنی در واقع واقعیت تاریخی، حالا ممکنه کسی قبول داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا کل اسلام هم قبول نداشته باشه، ولی واقعیت اینه که حداقل تلقی پیامبر اسلام این بوده که یک مأموریت ابلاغ به انسانها رو داره. آیات قرآن هم که میگه هدن للعالمین یا کافتن کافتن للناس، برای همه مردم، نظیرن للبشر، هم به اصطلاح آیات قرآن و هم به هر حال عمل کرده پیامبر اسلام دلالت بر این میکنه که چنین استنباطی حداقل هم پیامبر داشته و هم آیات قرآن. البته نه با زور و نه با اجبار، بلکه یه پیامی دیگه. هر کسی اگر احساس میکنه یه فکری، اندیشه ای داره که خب این سعادت بخشه، این فکر نمیکنم مانعی داشته باشه که دوست داشته باشه و تبلیغ بکنه که دیگرانم به هر حال به او گرایش پیدا کنند. اون چه که جای نزاع داره، جای اشکال و انتقاد داره، اگر در واقع ارائه این فکر توأم با اکراه بوده باشه، اجبار بوده باشه، که قرآن بارها گفته که مثلا مسئله و مقوله‌ای مثل دین اصلا نمیتونه درش اکراه باشه. میگه لا اکراه فی الدین، برای اینکه دین یه امر قلبیه، یه امر احساسیه، به محضی که پای زور و اجبار در میون میاد اصلا منتفی میشه. قلب قوانین خودش رو داره و نمیتونه با قوه قهریه، قوه اجرایی در واقع همراه باشه. اینی که اشکالاتی که پیش آمده در طول تاریخ، همه اینا ناشی از به حال اون ابعاد انسانی و دخالت خوی و خصلت‌های بشری در یه امر اخلاقی الهی است. کاملا صحیح. ببینید جناب مهندس بزرگان، من از دیدگاه قرآن بیشتر سوال مطرح میکنم. اگر قرار بشه که حالا یا خلفا یا جانشینان یا حتی خود پیغمبر اسلام میبایستی که مردم رو، حالا یا مردم عرب رو یا مردم عجم رو یا مردمان سایر مناطق دیگر رو به اسلام دعوت کنه، قرآن میگه الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة در آیه 125 سوره نحل. دقیقاً میگه دعوت کن دیگران رو با حکمت و موعظه و با سخنان نیکو. نگفته ادعو الى ربك یا سبيل ربك به شمشیر. بله بله. بنابراین در هیچ جای قرآن اجازه نداده که حتی در آیه 99 سوره یونس میگه من که خدا هستم، اگر بخوام همه رو مسلمون کنم یا مؤمن کنم خب میتونم. افا انت تکره الناس، آیا تو مردم رو مجبور میکنی؟ بله. قرآن که با این صراحت به پیغمبر اسلام توصیه میکنه که شما به هیچ وجه کسی رو مجبور نمیکنی که به زور ایمان بیاره یا مسلمان باشه. من تعجب میکنم چطور امروز حکومت اسلامی به زور داره چادر سر مردم میکنه. بله. در هیچ جای قرآن مسئله زور و مسئله تهدید و به اجبار مردم رو وادار کردن رو ما نمی‌بینیم. دقیقاً. و این عمل کرده غلطه. بسیاری از این به اصطلاح ایادی مذهبی یا زعما اساساً از
قرآن فرسنگ ها فاصله داریم. این نکاتی است که من به دوستان دیگر اندیش توصیه میکنم. ما میتونیم به جایی که بر علیه مسلمانان باشیم، علیه نمیخوام پشت سرشون باشیم، ولی در کنارشون باشیم و بیام آگاهی پیدا کنیم. نکته دیگری که در خود قرآن شما بهتر از من میدونید، مسئله اختلاف رو در آیه 13 سوره حجرات مطرح میکنه که بله، خداوند زن و مرد و نمیدونم از زبانهای مختلف و نژادهای مختلف آفریده، این تفاوت و دایورسیتی هست، اما در این حال میگه که لتعارفو، باید شما همدیگر بشناسید، نمیگه لتهاجمو، به همدیگه تهاجم کنید یا به همدیگه حمله کنید یا به همدیگه به اصطلاح شمشیر روی همدیگه رو بکشید. یعنی در حقیقت نکات بسیار جالبی است که من در یادداشت های شما و سخنرانی های شما برخورد کردم. به راستی آدم باز بازگشت میکنه به حرف قرآن که میگه لتون زر قومن ما اون زر آبا هم فهم قافلون. باید هشدار داد به قومی، به جامعه‌ای، به ملتی که فرزندان اون قوم به وسیله پدرانشان و آبا اجدادشون به اصطلاح نصیحت نگرفتن یا نصیحت نشنیدن و غافل هستند. بنابراین غفلت از بسیار از نکات بسیار مهمی که من در ضمن مطالعه دارم دریافت میکنم و قبلا ازش غافل بودم، خب اینا نکاتش که ما برگردیم بدونی که من به روز آقای مهندس بازرگان برای دوستان تو همین برنامه مثال زدم، بودم مادر خود بنده زن بسیار متدین، نمازش به جای خودش میخوند، عبادتش میکرد، روزش میرود، یک آدم مذهبی بود خیلی خوب. ولی این آدم وقتی که آغاز انقلاب شد، آقای مهندس رفت مسجد، جنمازش هم گرفت زیر چادرش رفت اونجا، بعد زود برگشت. پدر از یه سال که چرا برگشتی، چرا نماز می نخوندی، من گوش بوسه نکرد، گفت نه اونجا دیگه جای نماز خوندن من نیست. پدر گفت چرا؟ و اونجا همه داشتن تفنگ تقسیم میکردن، نقشه میکشن برن کی بگیرن، کی رو بکشن، کی رو نمیدونم اعدام بکنن، سر کی رو ببرن. و من احساس کردم در چنین فضایی، فضای عبادت نیست، من به مقابل خدای الرحمن الرحیم و به اصطلاح مهربان و بخشنده نماز میخونم. جنمازش برداشت، نه خدا رو فراموش کرد، نه عبادتش رو فراموش کرد، محلش رو تغییر داد، اومد تو خونه، نمازش رو پای به اصطلاح بستر و تخت خودش خوند تا آخر عمر. مردم واقعا دچار سرگردانی شدن آقای مهندس، و الان در همین رسانه ها هم یه عده دچار بحران هستن، نمیدونن که با این حکومت و با این شرایط اساسا باید دین رو رها کرد یا این که ایرانیت اون رو با ایجای مراسم به اصطلاح فرهنگیمون، مراسم ملیمون، جشنهای نوروزیمون، جشن زده، جشن میرگان، جشنهای زیبایی است که من فکر نمی کنم نه قرآن و نه تعالیم به اصطلاح ائمه اطهار مثل علی ابن ابی طالب مغایرتی یا مخالفتی با اجرای مراسم داشته باشه. من یادم میاد باز خود جناب عالی نکته مطرح کردید از نهج البلاغه و نصیحت و اندرز علی ابن ابی طالب به مالک اشتر در ارتباط با مردم به اصطلاح مصر که مواظب به اصطلاح مراسم به اصطلاح یا آداب رسومشون باشن. این هم یه نکته بود که هم دوست داشتم مطرح بفرمود. از دیدگاه قرآن با به اصطلاح اختلاف فرهنگ ها و با ایرانی بودن اون، با اجرای مراسم به اصطلاح ملیمون، احترام به اصطلاح بزرگان تاریخمون مثل کوروش، مثل خشایارشاه، منافاتی نداره. من دیدم که آقای یکی از این اساتید دانشگاه به شدت حمله کرده به ایرانیانی که علاقه دارن برن مثلا آرامگاه کوروش رو نمیدونم دورهمایی در اونجا داشته باشن، منافاتی با اسلام نداره. این مسئله تضاد مسائل فرهنگی و مسائل ملی با مسائل دینی رو شما به عنوان فردی که ذی‌صلاح هستید و در این زمینه مطالعات عمیق دارید و من ارادتی به شما دارم و قبولتون دارم،
در این برنامه ممکنه بیشتر توضیح بدید. بله، ببینید همه این فرمایشاتون رو اینا رو ریشه یابی بکنیم که چرا این چنین شده. در واقع به اینجا میرسیم که یک دید جزنگر، یا به اصطلاح قرآن میگه ولا تجل و قرآن ازین تیکه تیکه کردن، نؤمن و به بعضن و نکفر و به بعض. قرآن یک کتاب جامعی است که بخش اصلیش درباره خداست و بعد مسئله راهنمایی و نبوت و هدایت انسان است و بعد از اون رستاخیزه. البته وقتی یه جامعه ای تشکیل میشه قاعدتا مسائل احکام به اصطلاح شکل و سازمان در واقع یک نهادی هم خب مطرح میشه. از این جهت حدود 4% قرآن فقه، در واقع فقه به عنوان جنبه های حقوقی دین به اصطلاح آیات الاحکام میگن. این اشکال هم نداره، بالاخره یک کارخونه، یک شرکتی، مؤسسه یه کسانی تشکیل میدن، هدف البته تولیده، ولی خب امور مالی پرسونلی هم خب یه نقش کوچیکی داره. مشکل اساسی از اونجا ناشی شده که فقه یعنی توجه به جنبه حقوقی دین در ارتباط با مناسبات مردم با هم دیگه، این اصل و اساس شده. به قول مرحوم پدر خدا رفیقانتون هم رحمت کنه، ایشون میگفتن فقه شده سرطان اسلام. سرطان در واقع رشد بیقاعده سلولای بخشی از بدنه که جا رو بر بقیه تنگ میکنه و همه رو از بین میبره. یعنی مشکلی که قرنهاست در جوامع اسلامی اتفاق افتاده، در واقع اون بخش حقوقی دین که 4% بیشتر نیست، این شده 97%، جا رو بر بقیه تنگ کرده. بنابراین فقیهان هم که خودشون رو در واقع مراقب دین و آیین مردم میدونستن، احکامی رو خب وضع کردن. شما الان با صدها مجازات و کیفر مواجه هستین، در حالی که در قرآن بیش از 4 تا نیست. اون 4 تا هم تو همه جوامع بشری هست. اون 4 تا هم یکیش در واقع قصاصه. خب بالاخره یکی کسی رو میکشه باید پیگیری کرد دیگه، نمیشه که ضرب و جرح و کشتن آزاد باشه. یکی درباره تجاوز به عفت عمومیه، یعنی فحشاست اگر 4 تا شاهد پیدا کنه، یعنی یه حدی داره. حتی در قرآن برای فحشای غیر علنی هم کیفری نداره، یعنی در واقع به عنوان دفاع از حقوق جامعه است، عفت عمومیه، که اونجا که گفته که اگر 4 تا شاهد پیدا شد در واقع برخورد کرده. تو امریکا هم حتی چنین کاری مجاز نیست که علنی باشه. سومی در واقع سرقته. کجای دنیا در واقع سرقت آزاده؟ چهارمیش هم به هم زدن نظم و امنیت جامعه از طریق مسلحانه است، در واقع محاربه عنوان داره. در تمامی قرآن، تکرار میکنم، در سراسر قرآن شما یک مجازات، یک کیفر برای بیهجابی، بدهجابی، قمار، مشروب هرگز نمیابید. اینا در طول تاریخ توسط عالمان مسلمان به مصلحت اندیشی هایی که داشتن برای به صلاح اون هویت جمعی، نظم جامعه، اینها تدوین شده. در کتاب خدا همه اینها مربوط به روابط فرد با خالق خودش هست. اون 4 مورد هم در مورد روابط انسانها با هم دیگه است. یعنی اگر گفته شده، نه به خاطر اینکه خدا خواسته که در ارتباط با خودش کسی مجازات بشه، مصلحت جامعه ایجاب میکرده که برای قتل و سرقت و به هم زدن امنیت و اشاعه علنی فحشا یک محدودیت ها و ممنوعیت هایی باشه. چیز دیگه وجود نداره. یعنی ریشه یابی عرض کردم اگر بخوایم بکنیم، در واقع ریشش میگه خشت اول چون نهد معمار کش، تا سریا می رود دیوار کش. یک نوع بدنگری به دین، یعنی دین و خلاصه دیدن در شکل، در قالب، به جای توجه به اخلاق، به انسانیت، به محتوای دین که پیامبر اسلام فرمود من مبعوث شدم برای اینکه اخلاقیات رو به کمال برسونم، به تمام برسونم. بواسطه لوتم من مکارم الاخلاق
متاسفانه چیزی که فراموش شده همین جنبه های اخلاقیه، روابط درست انسانی است که باید تو جوامع باشه. همه اینا در محاق رفته، همه اینا فراموش شده. اون چه که ارزش پیدا کرده همین توجه به آداب ظاهری، که حجاب ها درست باشه و نمیدونم بوتیک ها چگونه باشه. و من نمیخوام بگم اینا مطلقا نیست در هیچ حدش، ولی اینا فرع صدومه در واقع قرآنه، چیزای اصلی فراموش شده و در واقع به این جزئیات پرداخت شده. هرچند که جناب بازرگان، یک سال دیگری که شاید یه آخرین سوال باشه مزاحمتون نشم، من در تمام قرآن، یعنی از اولین آیه نمیدونم سوره البقره تا 114 سوره دنبال میگشتم که قرآن دستور اکیدش در ارتباط با حکومت و یا حکومت در مجامع اسلامی چی است. پیغمبر اسلام در پایانی به اصطلاح سالهای پایانی زندگیش به اصطلاح کار حکومتی در عربستان رو به عهده میگیره، ولی مهم و اهم وظیفه پیغمبر و پیغمبران از دیدگاه قرآن میگه بلغ به ما انزل الیک، یعنی آنچه که خداوند به پیام‌آوران به صورت وحی، الهام یا نمیدونم پیام فرشتگونه یا هر وضعی داده میشه، پیغمبران فقط وظیفه این رو داشتن، فرق چه پیغمبر اسلام و چه سایر پیام‌آوران در ادیان گذشته، که آنچه که بهشون الهام میشه به مردم ابلاغ کنن. و حتی در خود قرآن به خود پیغمبر همین اندازه که پیام الهی رو ابلاغ کنه وظیفش پایان میاد. در هیچ جای قرآن من حکومت کردن رو نه در پیغمبران و نه جانشین پیغمبران نمیبینم. منتها یه عده از محققین معتقد هستن که اسلام آمده تقلید کرده از به اصطلاح پیغمبر شاهان یهود. شما میدونید یهودیان و پیروان یهود معتقد نیستن که داوود و سلیمان اینا پیغمبر بودن، یعنی اینا حاکمان بودن، پادشاهان بودن و سلاطین، چرا که در زمان خود داوود پیغمبر وجود داشته که در اعمال زشتی که داوود انجام میداده خود پیغمبر به نام ناتان اون رو ملامت میکرد. ولی قرآن و اسلام پایگاهش اینه که نخیر، اینا پیغمبر بودن. این مسئله پیغمبرشاهی شاید یک نوع انتقال یا بدآموزی یا بدآموزی کردن از ادیان قبلی به خصوص یهوده، و بعد جانشینان اونها تحت عنوان حکومت اسلامی در تاریخ جنایات بسیار از هم که اصلا مسئله جنایات حجاج ابن یوسف و بسیار از خلفای بنی عباس و بنی امیه به قدری عمیقه که کارشون حتی به قتل عام و کشتار به اصطلاح فرزندان پیغمبر هم میرسه. این مسئله حکومت در اسلام، و به ویژه برگردیم به مسئله ولایت فقیه که آقای خمینی روی واژه اولی الامر اشاره میکنه در سوره فکر کنم 58 نساء که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. هیچ کدام از محققان من ندیدم، کمتر دیدم که واژه اولی الامر رو لزوما به مسئله ولایت فقیه و یا حکومت فقیهان در جامعه تشیع مطرح کنند. من فکر کنم یکی از نکاتی که باید محققین نو اندیشان، اونهایی که در کار مطالعات دین و قرآن و شرعیات اسلام مثل جناب عالی و پدر نازنین شما و بسیاری از اندیشوران که دارن مطالعه میکنن، تکلیف مردم رو در ارتباط با حکومت‌های مذهبی روشن کنن. من در قرآن به صراحت ندیدم که وظیفه داده باشه یا وظیفه معین کرده باشه که ملا، روزخون یا فقیه بیاد حکومت جامعه رو به عهده بگیره. بله، عرض کنم که ببینید اصولا حکومت یک امر بشریه نه امر خدایی، یک امر زمینیه نه امر آسمانی. همینطور که قرآن درباره آشپزی و خیاطی و ساختمانسازی و اینجور چیزا سخنی نگفته، امور مشابه مثل اقتصاد، مثل حکومت هم اینا بشر خداوند عقل داده،
خود بشر راهش رو پیدا میکنه. اصل و اساس قرآن درباره دو چیزه که در واقع نیاز به هدایت داشته، اگر نبوده بشر راه گمراهی میرفته. یکی راجب خداست، معرفی خود خدا، که اگر فردوسی شاهنامه است، قرآن خدای نامه است در واقع. دومم در واقع رستاخیز و آینده است، که اونم به هر حال ماورای فیزیک است، ماورای طبیعی هستش که در تیرس درک و دانش بشری نیست. بقیه امور به مردم سپرده شده که خود انسان ها باید دنبالش برن. اگر پیامبر اسلام به حکومت رسیدند، اون مردم مدینه بودن که از ایشون خواستند. هیچ جای قرآن نبوده که برو مدینه حکومت بکن. وقتی که در مکه تحت فشار بودن، دو تا قبیله اوس و خزرج مدینه که قرنها بود و هم اختلاف داشتن، شنیدن که یک همچین انسان بزرگوار و محترمی است، از او خواهش کردن که بیاد بین اینها صلح جاری بکنه و در واقع اداره بکنه. پیامبر خدا هم در مورد نماز و روزه و مسائل دیگه مشورت نمی کرد، حکم خدا رو ابلاغ می کرد، هر کی می خواد بپذیره، هر کی می خواد نپذیره. ولی در مورد حکومت مشورت می کرد با مردم، چون حکومت یه امر مردمیه. یعنی پیامبر به رأی مردم، به خواست مردم یثرب که بعدن مدینه نام گرفت، به اونجا رفت، نه به عنوان یه امر خدایی. البته خداوندم تأیید میکنه که انسانهای مؤمنم مشارکت بکنن در اداره جامعه، در اداره زندگی دیگران، یعنی فعالیت سیاسی برای یک مسلمان مثل بقیه مردم اشکالی نداره، و بلکه لازم هم هستش که اونها مشارکت بکنن به زندگی دست جمعی گروهی که درش زندگی میکنن، به اونا کمک بکنن، حتی به قدرت رسیدن، نه به عنوانی که به اصطلاح قدرت داشته باشن، بلکه به عنوان خدمت کردن. بنابراین هیچ اشکالی نداره که گروه هایی که تو دنیا هستن، احزاب کمونیست هستن، حزب دموکرات هست، جمهوری خواه دموکرات، نمیدونن دموکرات مسیحی، همه مشارکت میکنن اینکه حزب تشکیل بدن. پس بنابراین حکومت از طرف خداوند نیست. از طرف خداوند نیست. نه. یه وظیفه است که هر کسی به عهده داره. دلیل نمیشه که اگر دیندار شد این وظیفه رو بذاره کنار. نه. اگر مردم به او رأی دادن، همینطور که امام اول شیعیان حضرت علی هم هنگام پذیرش خلافت گفت اگر شما نبودید، لولا حضور الحاضر، شما اگه حاضر نشده بودید که حجت رو بر من تمام کردید، من هرگز نمیپذیرفتم. یعنی شما خواستید. پس در نتیجه که رأی مردم مهمه در حکومت. کاملا. اتفاق نکته بسیار جالبی فرمودید. خواست مردمه. این دیگه فکر ولایت فقیه و اینها دیگه همه مندرآوردیه. چیزیست که 40 سال اخیر، 50 سال اخیر شده. شیعه هم در طول تاریخ هرگز چنین اعتقادی نداشته. جناب بازرگان بسیار خوش آمدید. یه فکریست که حالا به صورت خیلی ضعیف از 40-50 سال قبل پدید آمد در حوزه، و آقای خمینی هم خب این فکر رو در واقع جلو بردن و با قدرت خب به هر حال حکومت کردن. ولی به هر حال پایه‌ای حداقل در قرآن مطلقا نه تنها ولایت فقیه نداره، ولایت هیچ کس رو نداره. حکومت از آن مردمه. اشاره کردیم در قرآن هم از حکومت زن اسم برده و تجلیل کرده، حکومت ملکه قوم سبا بسیار هم تجلیل کرده که چقدر به صورت مشورت و رایزنی بوده، و هم حکومت فردی مثل سلیمان بعد از داوود، و هم توصیه به حکومت شورایی که امرهم شورا بینهم، تجلیل میکنه کسانی که کاراشون شوراییه. یا به پیامبر هم حتی گفته شاور هم فلان. پیامبر هم مأمور بوده که در امور مربوط به مردم حتما باشون مشورت بکنه. یعنی شکل حکومت بستگی به موقعیت‌های زمانی و مکانی و تشخیص مردم داره. میخوان به صورت جانشینی انتخاب بکنه، مصلحت یک فرزند یک زمامداری شایستگیشو داره، خب میگن اون انتخاب بشه. میخوان شورایی بکنن، میخوان نمیدونم زن باشه، مرد باشه. اینا اصلا در مثلا حیطه مسئولیتی که قرآن پذیرفت که شکل حکومت. بسیار بسیار متشکرم آقای بازرگان. ما به پایان برنامه رسیدیم. اینقدر صحبت‌های شما واقعا قابل شنیدن هست.
من معتقدم لازم است این نکات روشن بشه در حقیقت سوء تفاهماتی که در از سیاسی دینی مردم به وجود اومده، بحرانی که در روشن فکران و جوانان به وجود اومده، بدبینی خاصی که از باورهای دینی به طرف به اصطلاح نتیجه عملکرد غلط حکومت اصلا در مردم یک نوع سرگردانی به وجود اومده. علی حال من یک بار دیگه جناب بازرگان از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم. باز به امیدی که در برنامه های آتی باز هم ما از رهنمودها و هدایت های شما برخوردار بشیم، از شما سوالاتی داریم که حتما از محضر شما خود شخص من استفاده بسیار زیاد کردم و از حضورتون در برنامه سپاسگزارم. خواهش میکنم از لطف و محبت شما سپاسگزارم. من خودم احتیاجی به راهنمایی شدن و ابراز پروتنی میفرمایید. لطفتون نیست. خواهش میکنم. خب دوستان به آخر برنامه رسیدیم. ملاحظه کردید که جناب بازرگان که من مطمئنم که از چهره های نادر در شناخت و مطالعه قرآن هست، به صراحت موزه قرآن رو روشن کردن در ارتباط با ولایت فقیه و در حقیقت به بسیاری از مشکلات ما پاسخ دادم. از شما باز تشکر میکنم و از همه شما به هر حال خداحافظی خواهم کرد و امیدوارم که روز و روزگار و لحظات بسیار شیرینی در انتظار شما باشیم.